ببین عزیز من، میگه غذاهای اساسی رو میخوای وارد کنی بهت پول میدن. چی؟ گندم اساسی، روغن اساسی، شکر اساسی. خب گوش کن، من گندم، آرد، روغن و شکر رو با 4200 وارد میکنم، درست شد؟ اینا رو با هم قاطی کنی اسمش میشه چی؟ شکلات. همین شکلات رو صادر میکنم به ترکیه با 12000 تومان. یعنی پول دولت ما در اختیار این قرار میگیره که عده وارد کننده بیاره اینجا اینا رو با هم فقط قاطی کنن. بعد یکی از مسئول اقتصادی ما پروفسور میاد تو تلویزیون با افتخار میگه صادرات شکلات ما به ترکیه چند برابر شده، حال کنید. حالا یه سوال، اون پولی که رفت تو جیب کارخونه داره تو جیب کی رفت؟ کارخونه داره فقط. اما این پولی که دادی به این آقایون پول من و تو بود، میتونستن مستقیم بدن به خودمون. یعنی چیکار کنن؟ وام خرید لوازم ازدواج میدادن، وام جهیزیه میدادن که پول همجا الکی هم نباشه، به شرطی بده وام. این ایده بنده است. ببینید 50 میلیون وام بدید به خانواده دختر، اگر طلاق بگیره باید تسویه کنه، به شرط اینکه فقط کالای ایرانی بخره جهیزیه. نمیخواد نخره، این مجبور میشه بره پارس خزر بخره، پاکشوما بخره، نمیدونم اسنووا بخره. ها رقابت هم به وجود بیاره، اینا با هم چیکار کنن؟ رقابت کنن، مثل پیکان نباشه تک محصولی همینجوری 40 سال چراغاشو فقط عوض کنه. رقابت به وجود بیاره، بتونن اینا با هم رقابت بکنن. بعد این صرف تولید شده، این افزایش خرید یعنی افزایش چی؟ تولید. افزایش تولید یعنی کارگر باید بره سر کار. کارگره که همین دوماده است. دیدید خوبه اینجا چی بگم؟ بلدن جاهای دیگه که پولا توی ایران خودرو سایپا مردم ماشین نمیخریدن، سری اومدن یه 12% بهتون وام دادن. یادتونه 16% اومدن وام دادن، گفتن برید ماشینا رو بخرید. سری تو 24 ساعت خالی شد انبارا. چرا جای دیگه این کارو نمیکنی؟ به من دارم میگم، هم انتقاد میگم راهکار میدم. خود میشنوید شما؟ یا نه پوله رو بده اون بیاد از اون طرف، اومد از این طرف خارج بره. یه بابک زنجانی میبینی چجوری پولدار شد؟ از همین روش. این ایران ببین ارز دو نرخی یعنی فساد. آقای بابک زنجانی نه تو دولت اینا، تو دولت قبلی همین بوده، ارز دو نرخی بوده، باید اینو جلوش گرفته بشه. آقای بابک زنجانی گوسفند وارد میکرد، گوشت گوسفند ارز دولتی، گوش کن، پوست گوسفند رو میکن، پوستشو صادر میکرد به ترکیه با ارز چی؟ آزاد. بیت المال مملکت. آقا مولتی میلیاردر شد این آدم با پوست گوسفند. بعد دیگه نمیدونم شرکت چی خرید، نفتی و هواپیمایی و اینه. زمینه فساد اینه، اینو به خوش کن، وگرنه 100 تا بابک زنجانی همینجوری بزه تولید خواهد شد. بزه 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 خیره جینچه ته دست دار ساب. اینو جلوشو بگیر. بعد میگم میتونید بیاید جواب بدید، مردید یه مناظره بذارید توی گفتگو ویژه خبری آیه نوبخت رو دعوت کنید، ما هم دعوت کنیم بشینیم با هم حرف بزنیم، بگیم 11000 میلیارد تومان پول ریختی تو بازار برای گوشت، جیب کیا رفت؟ کم پوله، پول 3 ماه یارانه است. مگه شما بزرگوار نمیفرمایید ما هر ماه که میخوام یارانه رو واریز کنیم عزا میگیریم؟ اینا ببین من دارم راهکار میدم، دارم بهتون میگم برخی از این ایرادات فقط مال این دولت نیست، دولت قبلی هم همین بوده. اینا کی باید جلوشو بگیره؟ نماینده های ما. چه نماینده ای؟ نماینده که وکیل مردم، نه وکیل دولت.